بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم بر شما بینندگان عزیز و محترم. شما بیننده برنامه خودتان، برنامه خانواده آگاه هستید که از تلویزیون جهانی هادی تقدیم نگاه های مهربان شما عزیزان و بزرگواران میشه. در این برنامه از حضور کارشناس محترم متخصص مسائل حقوق خانواده استفاده میکنیم و در مورد مسائل مختلف صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه موضوع برنامه و سوال برنامه را از کارشناس محترم پرسان کنم، اجازه بدین تا یک خوشپرسی با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم بلخی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین تمام بینندگان عزیز و گرامی. انشاءالله که در این برنامه خانواده آگاه بتوانیم موارد خیلی مفید و مثبت را خدمت شما و بینندگان عزیز برز برسونیم. انشاءالله قطعا همینطور خواهد بود. بینندگان عزیز و محترم، حتما شما بزرگواران قسمت های گذشته برنامه را مشاهده کردین و دیدید که موضوعی که بررسی شد در ابتدای برنامه مسئله نکاح و مسائل حقوقی مرتبط با نکاح است. اما در این برنامه موضوعی که کارشناس محترم برای از ما شما تدارک دیدن موانع نکاح است. اما خانم بلخی بزرگوار، چه اموری میتونه که مانع باشه برای که یک عقد نکاح بسته شود؟ ما در قوانین خودمان از جمله قانون مدنی افغانستان و قانون احوال شخصی و نظر مراجع تقلید، اونطوری که من به احصا آوردم حدود 11-12 شرایط هستن که یا بهتر بگیم موانعی که ازدواج در این صورت شکل نمیگیره. از جمله اینها وقتی هست که زن شوهردار است، لذا عقد و ازدواج از زنی که شوهردار است، این عقد و ازدواج باطل و حرام است. بله. حالا اگر این سوال پیش میاد که طرفین به آگاه نباشن که زن شوهر داره، چه اتفاقی پیش میاد؟ بله. در این صورت داریم که اگر که جاهل باشه مرد به این که این زن شوهر داره و ازدواج با زن شوهر دارم باطل و حرام است، اگر که جاهل به این باشه دو صورت داره. اگر که ارتباط خاص زناشویی بینشون صورت گرفته باشه، اون مواقع صورت گرفته باشه که برش حرام ابد میشه. اما اگر او ارتباط صورت نگرفته باشه، حرام موقته، یعنی پس از اینکه حال ازدواجشان باطل شد خواستگاری مجدد امکان داره. نه، یعنی میتونه که اگر بازی خانم ازدواج قبلی خودش را فسخ بکنه و طلاق بگیره، بازی آقا بره که ازش خواستگاری بکنه و ازدواج بکنن. پس نتیجه ای که اگر که عالم باشن به ای که این زن شوهردار است و این ازدواج هم حرام هست و آمدن مردی ازدواج صورت بده، ازدواجشان حرام است و این زن به او حرمت همیشگی است، یعنی تا ابد نمیتونه دیگه با او ازدواج بکنه. این پیامد منفی داره. بله. و اما به خانم بلخی بزرگوار، اگر که مثلا خانم خودش بدانه که من همسر دارم و کاملا در جریان باشه و بدانه که من هنوز هم در عقد یک نفر دیگه هستم و مرد ندانه، برای خانم کدام حکم بسته میشه؟ دقیقا از این طرف برای خانم حکم بسته میشه، بازم ازدواجشان باطل و حرام است. صورت داره. بله. اما یک سوال ایجاد میشه، اگر که رابطه نامشروع انجام بدن این دو نفر، چی اتفاق میفته بعد از انجام این رابطه؟ یک فرضی که پیش میاد این هستش که یک زن و مرد متاسفانه خدای ناکرده یک رابطه نامشروع بینشان صورت گرفته. آیا ازدواج مجدد ایها با هم ممکن هست؟ بله. این سوال پیش میاد و جوابش منفیه. طبق قوانین ما رابطه نامشروع این نتیجه منفی را داره که او دو نفر به یکدیگر حرام ابد میشن. یعنی اگر که هیچ کدام مسئله نباشه، خانوم هم همسر نداشته باشه، آقا هم کدام مشکل نداشته باشه، ولی به صرف اینکه اینا رابطه نامشروع را کردن، دیگه تا پایان زندگیشون نمیتونن که با هم ازدواج شرعی داشته باشن. این در حالتی که عالم به این مسئله باشن که این کار ما حرام است، او طرف در یک حالتی که نباید این اتفاق بیفته حرام میشن به یک دیگر. درست میفرمایید. اما موارد دیگری هم حتما از موانع نکاح وجود داره. دیگر چه مواردی میتونه مانع شود برای که یک عقد نکاح بسته شود؟ یکی از موانعی که
ما در تعداد زوجین داریم بحث تعداد همسران است. در حالت عادی یک زن یک شوهر میتونه داشته باشه، اما علل قاعده اصولا یک مرد تا 4 تا همسر میتونه اختیار بکنه. اما خب یک سری شرایط خیلی محکمی داره. مثلا در قانون مدنی ما ماده 83 سه تا شرط خیلی سنگین و محکم قرار داده که اگر مرد توان مالی کافی داشته باشد و ایره محکمه احراز بکنه که این توان کافی را داره. دوم این که او عدالت قلبی را بین همسران بتونه رعایت بکنه، یعنی میزان محبت و توجهی که داره به چند همسر یکسان قرار بده. این کار خیلی مشکلیه، تا حدی که ما در قرآن کریم آیه 129 سوره مبارکه نساء داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، شما هرگز نمیتونید بین چند تا زن او عدالت قلبی خود را به طور مساوی تقسیم کنید. علیرغم اینکه در آیه 4 سوره نساء خداوند اجازه را به مرد داده که تا 4 تا همسر میتونه اختیار بکنه، بله. اما در آیه بعدی تصریحا میگه که تو نمیتونی که عدالت برقرار بکنی. این کار خیلی خیلی مشکلی هست. اما خب یک سوالی که ایجاد میشه، ما طبق قانون همطور شما فرمودید باید که مرد بدانه بتانه که عدالت قلبی را ایجاد بکنه، قانون چگونه احراز میکنه این مسئله را؟ عدالت قلبی خب یک مسئله ای که علل در ابتدای کار قابل احراز شدن نیست، اما خب پس از این که وارد زندگی شد او همسر بعدی یا همسر اولی میایه ابراز میکنه که مثلا پس از ازدواج دوم همسر ما کمتر به توجه داره یا التفاتش کمتره، از این طریق قابل احرازه. اما خود در قطعا در ابتدای امر توسط محکمه این مسئله چندان قابل احراز نیست. اما بحث کفایت مالی چرا او قابل احراز است که چی میزان درآمدی شخص است، چی مقدار معاش داره، چی میزان املاک و خانه و غیره در تحت ملکیتی هست، اینها قابل احراز است. شرط سوم چی بود؟ و شرط سوم که خیلی مهمه ای هستش که زن در ابتدای ازدواج از شوهر خود این شرط نگرفته باشه که تو بعد از من نمیتونی ازدواج بکنی. ممکنه در ابتدای عقد ازدواج زن اول این شرط بر مرد خودش داشته باشه. یعنی طبق قانون افغانستان زن میتونه این شرط را برای همسر خود بگذاره؟ قطعا این شرط یک شرط کاملا صحیح هست که زن میتونه شرط بکنه که تو در این ازدواج مشترک با من نمیتونی همسر دوم و سوم اختیار بکنی. طبق قانون از ماده 80 بعد این صریحا بیان کرده قانون مدنی. اما اگر هیچ شرطی صورت نگرفته باشه، مرد هم تمکن مالی داشته باشه، همینطور میتونه که با خیال راحت تو 4 زن را مثلا برای خودش عقد دائم کنه، هیچ کدام مشکل ایجاد نمیشه؟ اگر که او دو شرط رعایت کرده باشه علل قاعده ما ایره داریم. یعنی میتونه که کارا میتونه ازدواج بکنه، مانعی نداره. بله، بفرمایید، در خدمت شما هستم. زنده باشید. مانع سوم در عده بودن است. در عده بودن به این معنا که پس از اینکه زن شوهر خود از دست میده یا بینشان متارکه صورت میگیره، یک مدت مشخصی را زن نباید که مجدد ازدواج بکنه. بله. خب بس صورت زن و شوهر از یکدیگر جدا میشن، اول بس وفات است، ممکن است که شوهر ای زن از دنیا برود. شود از دنیا برود. در صورت طبق قانون ما و در همه قوانین و فقه هم کاملا یکسان است که 4 ماه و 10 روز این زن باید در عده باشد، این نباید ازدواج بکند و یک سری شرایط مستحب و مکروهی را باید رعایت بکنه که او در قانون چیزی نیامده. دومی بحث طلاق هست. وقتی که بین زن و شوهر طلاق صورت میگیره، 3 پاکی یعنی 3 مدتی که این زن به حیض میرسه و پاک میشه، 3 پاکی را باید این بگذراند. بله، و بحث فسخ نکاح داریم که حالا انشاءالله در جلسات بعدی مفصلا توضیح خواهیم داد انشاءالله. این هم 3 پاکی هست. در این ایام زن نباید که ازدواج بکنه و اگر که ازدواج بکنه دقیقا حکم زن شوهردار داره، لذا این ازدواجشان هم باطل هست و هم حرام. در صورتی که ارتباط بینشان شکل بگیره حرام ابدی میشن، حرام ابدی میشن به یک دیگر. بله. عده این مسئله رو داره. البته عده او فلسفه خاص خود داره که در جای خودش بحث میشه. اولی بحث اختلاط نسله، اختلاط نسبه.
چرا که زنی که از شوهر خوش متارکه میکنه یک مدتی رو باید طی بکنه که نکنه خدای نکرده از شوهر سابق خود بچه دار باشه و اگر بلافاصله شوهر دیگر اختیار بکنه خدای نکرده معلوم نمیشده که این معلوم اولاد مال نمیشده. همسر اولش بوده یا که از همسر درود دومش. بر شما. به همین علت هست که بحث عده یک بحث خیلی مهم در فقه و حقوق ماست. بله، و سوالی که پیش می آید این اگر هستش اجازه که بدن خانم بفرمایید. زیبودرو، یک برنامه بسیار بسیار کوتاه را ببینیم، باز در خدمت شما هستیم بینندگان عزیز. یک برنامه را میبینیم و زود برمیگردیم. خب خانم بلخی بزرگوار، اما یک سوال به ذهن میرسه که ای که همسر یک خانم فوت کنه و از دنیا برم و زن ندانه که همسری از ما از دنیا رفته، کمان که پیش میاد دیگه همسران به جاهای دیگه میرن، به کشورهای دیگه میرن، به مهاجرت میرن، فاصله میفته بین زن و شوهر، زن ندانه که همسری از ما از دنیا رفته، ای که عده طلاق وفات که شما فرمودین، آیا از زمانی که زن آگاه میشه از فوت همسرش محاسبه میشه و یا که از زمانی که همسر از دنیا رفته ولی او که این زن ندانه که چنین چیزی بوده؟ سوال خیلی بجا و خوبی هست. خیلی از همسرها به قول شما به جنگ میرن، به مبارزات، به سفرهای تجاری و اتفاقات دیگر. در این صورت منطقا این هست از زمانی که زن آگاه میشه، چرا که از زمان وفاتی دقیقش مطلع نیست و این یک جهلیه که محاسبه نمیشه. لذا از زمان آگاهی زن به فوت شوهر هست که او 4 ماه و 10 روز ره باید محاسبه کنند. و باز فلسفیش چی میتونه باشه؟ چون اختلاط نسل و اینجور مسائلی که قطعا ایجاد نمیشه بعد از این فاصله که ایجاد شده و او همسر هم که از دنیا رفته، به نظر شما یا آیا در منابع چیزی وارد شده از اینکه چرا چنین زمانی برای عده محسوب میشه از این زمانی که خانم آگاه شده نسبت به مثلا نه از زمان فوت؟ اولا که خب این نص قوانین ماست و باید به قوانین احترام کامل بگذاریم. بسیاری از فلسفه احکام ما، احکام قانونی ما هم ذکر نشده یا ما مطلع نیستیم، اما او چیزی که بیان میشه به خاطر حرمته. من زمانی که متوجه میشم شوهر من متوفا شده، از این زمان 4 ماه و 10 روزه به حرمتهی به حرمت آگاهی از فوت او شوهرم، به خاطر او احترامی که بین ما واقع بوده و خواهد بود، در نگه میدارم. بله، و اما یک باز سوال دیگه در همین زمینه ایجاد میشه که یک خانم، اگر تصور بکنیم خانم بلخی بزرگوار، یک خانم با همسرش طلاق میگیرن این دو نفر و خانم در زمان عده طلاق خودش است و در همین زمان مثلا یک 10 روز میگذره، 20 روز میگذره، 1 ماه میگذره، 2 ماه میگذره و این خانم همسرش فوت میکنه با همسری که در زمان عده طلاق است، آیا این عده را عده تمام طلاق را محاسبه میکنن و یا ای که عده فوت را محسوب میکنن؟ ای هم سوال خیلی ریزی هست، به این معنا که وقتی زن در عده هست، ما در جلسه قبلی هم گفتیم که زنی که در عده هست کاملا به مثابه زنی هستش که شوهردار است. بله، کما اینکه شرایط خود داشت. لذا به این نتیجه می رسیم که زنی که در عده هست در عده طلاق، به خصوص عده طلاق رجعی هستش، اگر که شوهری متوفا بشود، چون که در حکم زن شوهردار دارد، او عده وفات بری بار میشه. در هر زمانی از عده که باشد باید که 4 ماه و 10 روز خود نگه دارد. یعنی علاوه بر انمو زمانی که از عده طلاق خودش گذرانده، مثلا به علاوه نمیشه، بله او زمان سابق اول او بوده یا وسط او یا پایان او به این مربوط نیست. از هر زمانی که آگاه شده به فوت شوهر یا شوهر متوفا شده، از همون زمان 4 ماه و 10 روزه باید محاسبه بکنه. محاسبه بکنه. و اگر که در زمان عده همطور که شما فرمودید این خانم بخواهی که ازدواج بکنه یا بخواهی رابطه داشته باشه، کاملا حرام است و امکانش نیست و اگر رابطه اتفاق بیفته با حرمت ابدی میرسن. حرمت ابدی به شرط آگاهی و ایجاد رابطه زناشویی. بله بله، در خدمت شما هستم. زنده باشید. مسئله بعدی بحث عدم قرابت است.
عدم قرابت به معنای ای که رابطه خیشاوندی بین دو فرد برقرار نباشد، خیشاوندی که حرمت ایجاد میکنه، نه هر خیشاوندی مثل بچه ماما، بچه خاله، بچه عمه، اینا هم خیشاوند محسوب میشن اما ازدواجشان امکان دارن. بله. او قرابت هایی که سبب ایجاد حرمت میشه بسه نواز قرابت نسبی، اصول و فروع یک شخص یعنی پدر، مادر، پدر کلان، اجداد ای و فرزندان به مثابه فرو. از این سمت برادر، خواهر، عمه، خاله، ازدواج با اینها، ماما، کاکا کاکا یا عمو، ازدواج با اینها حرام است به لحاظ حرمت نسبی. سببی به معنای مصاهر است. او حرمت هایی که از طریق ازدواج و تشکیل فامیل شکل میده، مثل مادر همسر، خواهر همسر، مثل شکل ازدواج پدر همسر، بر من حرام است ازدواج با اینها. ولی مثلا خاله همسر یا عمه همسر اینا هم آیا حرام میشه؟ خاله و عمه همسر خیر، اینا حرام نمیشه. فقط انمو پدر، مادر، خواهر همون کسایی که در حین ازدواج به من محرم میشن، من وقتی که ازدواج میکنم چه کسانی برای محرم میشن؟ ازدواج با همونها حرام است. اول بعضی ها حرام ابد، اول برز میرسانیم، بعضی ها حرام موقت تا زمانی که او زن در قید نکاح محض حرامند، پس از متارکه ما اونها هم حلال میشن. اینها در مباحث آینده انشاءالله مشروع ذکر میشه. بله. و سوما حرمت رضایی، رضایی به معنای شیر دادن هست. بله. زنی که به بچه شیر میده او بچه بری حلال میشه و او بچه به فرزندانی زن هم حلال میشه، به شوهر زن هم حلال میشه. البته خب با یک شرایطی که بسیار. در فقه با چهار پنج شرطی که حالا قانون مدنی میگه سه شرط، اول شخصی میگه پنج شرط. این شرط ها به این صورت هم که اول اینکه زیر دو سال باشد، او فرزندی که شیر میده زیر دو سال باشد، مستقیما از سینه او زن شیره بخوره، نه به واسطه ای که در ظرفی شیره بگیرند و به او بچه بخورنند، مستقیم از سینه باشد. حداقل 15 شبانه روز یا 3 شبانه روز یا 15 دفعه متوالی، به این صورت که او شیر در او کودک گوشت برو یا نه، یا متوجه رشد او باشیم، شیری باشه که مفید باشه. یعنی اگر فاصله دار باشه با نحوی که مثلا یک روز مثلا یه خانم یک بچه را یا یک طفل را شیر میده، باز مثلا یک هفته بعد، باز مثلا 4 روز بعد، و تأثیر گذار هست قطعا برای رشدش، ولی که مستقیم خود نمی شیر تأثیر گذار باشه، شاید نتونیم چنین حرفی را بزنیم. همین نکته که عرض میکردم این که فاصله نیفته و بین این شیر دادن یک زن به یک طفل، زن دیگر بی شیر نده، حتی مادر خودش اگر فاصله بیفته یا کسی دیگری بی طفل شیر بدهد، باز شیر او زن شیر دهنده مفید واقع نمیشه. و این که فاصله که میفته، مثلا اگر که مثلا یک روز فاصله بیفته ولی خب این طفل شیر یک زن دیگر را نخوره، مثلا نان برش بدن یا یک چیزی بدن که میل بکنه که سیر شوه، ولی شیر یک نفر دیگه نباشه، باز هم این رابطه ایجاد نمیشه. سوال خوب است، اما چیزی که ما در قانون میبینیم گفته شده که 3 شبانه روز یا 15 دفعه متوالی. متوالی یعنی پشت سری هم چیز دیگری نخورد، هرچند حالا نان یا غذای دیگری امکان، اما او توالی از بین میرود، او پشت سر هم بودن، پشت سر هم بودن شیر خوردن. حال با توجه به فقه هر شخصی مراجعه بکنه به مرجع تقلید و مرجع تقلید خودش، شرایط خاص خود داره با کمی تفاوت، اما چیزی که بیان شده در خدمتتون عرض کردیم. بله بله، زنده باشید. و مسئله بعدی بس کفر است. کفر به این معنی که شخصی به دین مقدس اسلام یا یکی از ضروریات دینی ما اعتقاد نداره، این شخص کافر اطلاق میشه و ازدواج با این شخص ممنوع است طبق قانون، خیلی به صراحت گفته شده در قانون مدنی و احوال شخصی، و هر حالا کشور و ملتی قانون خود داره. بله. اما در دین ما این بیان شده که ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ممنوع است. البته این را عرض بکنم که قانون مدنی افغانستان
میای میگه که ازدواج مرد مسلمان با زن مسلمان ممنوع نیست، اما قطعا منظور اهل کتاب است، چرا که بینندگان اطلاع دارن کافر به دو نوع است، بله کافر کتابی و کافر غیر کتابی. کافر کتابی به او اشخاصی میگن که اهل کتاب باشن، دین مسیح، دین یهود، اینها به هر حال اهل کتاب محسوب میشن، بله این حکم خاص خود داره، و کافرای دیگه که اهل کتاب نیستن، کاملا مثلا بود پرستان، بود پرستان، یا کسایی که اعتقاد ناصری ها، به خدا اصلا اونایی که ندارن. اعتقاد بهش دین ندارن، لایک ها و غیره. مسئله هستش که ازدواج زن مسلمان با هر نوع کفری ممنوع است، مطلق هر دو قانون ایره ذکر میکنن، با هر حالا کافر چه کتابی یعنی چه باشه چه غیر مسیحی کتابی، باشه، چه غیر مسیحی باشه، چه هندو باشه، یهود باشه، زن مسلمان نمیتونه که نمیتونه با اون مرد ازدواج، چه موقت چه دائم، به هیچ صورت. اما استثنایی که قانون احوال شخصی یا فقه ما داره ای هستش که مرد مسلمان با زن کافر کتابی میتونه عقد موقت داشته باشه، دائم نه، اما موقت میتونه داشته باشه. بانون، سوال آخر برنامه من از شما امیر پرسان کنم، در حد 30 ثانیه برای از ما بینندگان از ما توضیح بدن که اگر زن و مرد مسلمان با هم ازدواج کردن و بعد از اون مثلا زن مرتد شد یا اینکه مرد مرتد شد از دین برگشت، در این صورت حکم ازدواج چی میشه؟ خیلی واضح ایر عرض بکنیم که ارتداد به حکم کفر است، همون شرایطی که در مربوط به کفر میشد به ارتداد هم مربوط میشه، اما مسئله هست از لحاظ اثبات در محکمه است، ارتداد او شخص باید که از طریق محکمه به اثبات برسد که او شرایط خاص خود داره که در برنامه آینده انشاءالله برز میرسه. انشاءالله، بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم، از شما هم تشکر میکنم، بیننده برنامه خودتان بودید. انشاءالله برنامه آینده خانواده آگاه را از دست نمیدین، با امرای کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشم، در پناه خدا باشید.